مسئولیت نیروهای آمریکایی در خلیج فارس. تجلیل پاسدار علی رادجانی از یک تروریست. شبه نظامیان اصحاب اهل حق ابزار تروریسم آخوندها در عراق. سرپیچی رژیم ایران از بازرسی های اتمی. تضعیف نقش رژیم ایران پس از حوادث غزه. ناو هواپیمابر آمریکا زودتر از موعد مقرر به خلیج فارس می آید. نگرانی از تهدیدها و جنگ افروزی های رژیم ایران است. تقویت نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس. ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان سی استنس در زودتر از زمان برنامه ریزی شده به آبهای خلیج فارس اعزام می شود. این ناو 70 فروند جنگنده را حمل می کند و دارای 5000 نفر پرسنل است. USS جان سی استینس 4 ماه زودتر از برنامه از پیش تعیین شده و با هدف تقویت ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به منطقه اعزام می شود. به گفته رسانه های خبری، ماموریت این ناو کمک به بازنگه داشتن خطوط کشتیرانی در خلیج فارس در صورت درگیری احتمالی میان رژیم ایران و آمریکا اعلام شده است. ماه گذشته نیز اعلام شد که آمریکا در پی تهیه قایق‌های سریع‌السیر بدون سرنشین با کنترل از راه دور است. نام این قایق‌ها پروتکتور است که ساخت کمپانی اسرائیلی سیستم‌های دفاعی پیشرفته رافائل می‌باشد. خبرگزاری یونایتد پرس گفته بود این تجهیزات برای یک رویارویی بالقوه با رژیم ایران است. در همین ماه مقام‌های نیروی دریایی آمریکا اعلام کردند ایالات متحده در حال اعزام سریع تجهیزات مینروبی به خلیج فارس می‌باشد. این تجهیزات بدون سرنشین دارای جدیدترین تکنولوژی می‌باشند. این اقدام هم برای گسترش حضور پایدار آمریکا در خاورمیانه به منظور بازدارندگی در مقابل رژیم ایران صورت می‌گیرد. در جریان سفر اخیر پاسدار لاریجانی به لبنان به ضمن دیدار با سران حزب الله سر قبر عماد مغنی حاضر شد و از او تجلیل کرد. عماد مغنی که بود؟ تجلیل لاریجانی از یک تروریست. عماد مغنی معروف به حاج رضوان از فرماندهان حزب الله لبنان بود که در اجرای عملیات تروریستی مهارت داشت. خود او هم عاقبت در روز 23 بهمن 1386 12 فوریه 2008 در انفجاری در دمشق کشته شد. عماد مغنی در بمبگذاری سفارت آمریکا در سال 1983 و ستاد مرکزی تفنگداران آمریکایی در بیروت نقش مهمی ایفا کرد. در این حملات صدها آمریکایی کشته و مجروح شدند. عماد مغنی در انفجار آرژانتین در سال 1992 و انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس در سال 1994 نقش فرمانده عملیات را به عهده داشت. این عملیات در جلسه‌ای در شورای عالی امنیت با حضور خامنه‌ای و رفسنجانی تصمیم گیری شده بود. علاوه بر رفسنجانی، ولایتی، محسن رضایی، فلاحیان و وحیدی از جمله طراحان و آمران این عملیات بودند که توسط دادستانی آرژانتین محکوم و تحت پیگرد قرار گرفتند. روزنامه الاخبار لبنان نوشته بود که عماد مغنی به خامنه‌ای بسیار نزدیک بود. ارتباط او با تهران از زمان انقلاب 1979 آغاز شد. وی در خلال این ارتباطات بود که زبان فارسی را با لهجه فصیح یاد گرفت
و با گویش کاملا تهرانی صحبت میکرد. تروریسم در عراق یکی از ابزارهای رژیم ایران برای پیشبرد سیاستهایش است. از صاحب اهل حق وابسته به نیروی قدس از جمله نیروهایی است که فعالیت‌های تروریستی را در سطح گسترده‌ای در عراق انجام می‌دهد و دولت نوری مالکی هم آزادی عمل کامل به آنها داده است. این روزها جزئیاتی از سازماندهی نیرویی و تشکیلاتی این گروه شبه نظامی رسانه‌ها ارتش است. گروه شبه نظامی عصایب اهل حق مرجع تقلید شبه نظامیان عصایب اهل حق عراق آخوند محمود شاهرودی رئیس سابق قوه قضایی رژیم است. محمد علی نوری نماینده وی در این گروه می باشد. قیس هادی خزعلی دبیر کل گروه است و معاون وی حبیب حسین حلاوی نام دارد. شورای مشورتی این گروه که بالاترین ارگان آن است از 4 نفر تشکیل شده که در رأس آنها تروریستی به نام قیس هادی خزعلی قرار دارد. دفتر سیاسی گروه شبه نظامی عصایب اهل حق دارای 6 عضو است که رئیس آن عدنان فیهان عبدالدلیمی است. تشکیلات نظامی این گروه که عملیات متعدد تروریستی را بر اساس دستورالعمل‌های نیروی قدس انجام می‌دهد توسط فردی به نام علی الموسوی هدایت می شود. این تشکیلات بغداد را به مناطق مختلف تقسیم کرده و هر کدام توسط 1 فرمانده عملیاتی اداره می شود. مثلا علی الاسدی فرمانده گردان کرخ در بغداد است. حسین زهراوی فرمانده گردان شهرک صدر است. شبه نظامیان عصایب اهل حق آموزش های خود را در اردوگاه های نیروی قدس در ایران گذراندند و به انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظیر کردهای دارای صدا خفه کن و بمب‌های کنار جاده‌ای مجهز شدند. عملیات این گروه اساساً روی اپوزیسیون عراق و مخالفان نوری مالکی و نیروهای بیداد کرد. رژیم ایران به بازرسی‌های آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی تن نمی‌دهد و این پروتکل را از اساس قبول ندارد. ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم و فعالیت‌های مشکوک نیاز به بازرسی‌های سرزده در کادر این پروتکل دارد. سرپیچی رژیم ایران از بازرسی‌های اتمی. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده برخلاف قطعنامه‌های مربوط به شورای حکام و شورای امنیت رژیم ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین کند فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه این رژیم همکاری لازم را با آژانس از جمله اجرای پروتکل الحاقی به عمل آورد. آژانس 4 نوع بازرسی متفاوت انجام می‌دهد. اول، بازرسی موقت که در مقطع زمانی کوتاهی صورت می‌گیرد و برای بررسی گزارش دولت‌های عضو است. دوم، بازرسی معمولی که برای بررسی موقعیت مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای است. این بازرسی محدود به اماکن و تأسیساتی است که شامل مواد هسته‌ای هستند و دولت عضو آنها را اعلام می‌کند. سوم، بازرسی ویژه، وقتی اطلاعاتی که دولت عضو ارائه داده از نظر آژانس کافی نباشد. و چهارم، بازرسی های پروتکل الحاقی که بر اساس آن آژانس در بازرسی های خود حق دارد به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می داند دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی برای فعالیت های مشکوک طراحی شده و می توان از آن به بازرسی های سرزده تعبیر کرد. رژیم آخوندی به دلیل فعالیت‌های مخفی گسترده اتمی زیر بار پروتکل الحاقی نمی‌رود. یوکیو آمانو در آخرین جلسه آژانس در وین نیز بار دیگر تصریح کرد که رژیم ایران با بازرسان این آژانس همکاری نمی‌کند.
پس از حوادث غزه برخی تحلیلگران میگویند نقش رژیم ایران تضعیف شده است. رژیم ایران تضعیف شده است. نقش کانونی مصر در آتش بس میان اسرائیل و حماس رئیس جمهور این کشور را در یک وضعیت جدید قرار داد. قطع نظر از اینکه آتش بس چگونه پیش برود، درگیری غزه تا همینجا هم توازن قدرت در منطقه را دگرگون کرد. در این آتش بس برنده ها و بازنده هایی وجود دارد و تا همینجا ائتلاف های سیاسی در منطقه را دستخوش تغییر کرده است. ورود محمد مرسی به این میدان مهم و نحوه عمل کرد او موجب شد که وی از یک سرمایه سیاسی هم در دنیای عرب و هم در آمریکا برخوردار شود، سرمایه‌ای که خیلی به آن نیاز داشت. آرون دیوید میلر، مؤسسه وودرو ویلسون: عملکرد رئیس جمهور مصر تا حد زیادی همه را غافلگیر کرد. بعد از این واقعه نقش رژیم ایران به طور قابل توجهی تضعیف شد. در یک هفته و یک آتش بس همپیمانان و دشمنان در منطقه بار دیگر دچار تحول شدند و این بر روی هر گونه مذاکره صلح تأثیر خودش را می‌گذارد. اما برایش در می کشم راهی برای رهایی.
توی سرمی که هر سود فشار کشیدن اونا داره رویه های من رو حسار کشیدن واسه گناه های نکردم تو مار بیچیدن جلو پیش رفتم سالم بیبار کشیدن آره رفیقای گل ولی تو لباس میشه با بس راقه پس نمون دهی راقه پیش ولی تو مثل منو میده تو هست بس نده نگو زمونه یه تیره با ها دست قصد بده تو هم سن منی دل بیده خبر نداره شیر پشت میره واسه کسی خطر نداره وقتی خط سرشی روزا رو پور سواره تو هم مثل منی مرد دل با دردی داره دونه دست ما قرص اصاب اسمارتیزه هر روز یه قانون جدید به ما اعمال میشه ولی تنها راه چاره ما سر کردنه به امید این که درست بشه این شرکته توی دلهای ما بیتابی توی چشمای ما بیخوابی حتی خوشید اینجا افسان است زندگی اجباری تو این ویرون است بربور آری یا نا سایر مجد کبیر.